و ویز که خداوند سبحان برای همه بنده های خود می فرمای که اگر شما فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، شما اگر نمی فهمین از کسی پرسان بکنین که اهل ذکر است. اهل ذکر به این معنا نیست که میرن و روز 5000 دفعه یک چیزی میگن، یک ورد را میگن، یک کلمه را میخوانن، سبحان الله و الله اکبر، اینا منظور نیست. اهل ذکر، ذکر قرآن عظیم شان است. یعنی اهل ذکر اهل یک فامیل کسایی است که در چهار دیوار یک فامیل زندگی میکنن. اهل ذکر یا اهل قرآن کسایی است که همیشه با قرآن است. یعنی از قرآن خدا صحبت برتان میکنه، از قرآن خدا برتان حکایت میکنه. و شما اگر نمیفهمین یک چیز، برین از کسایی که اهل قرآن است از اونا بپرسین که برتان توضیح بده که قرآن کریم چی گفته برتان، که قرآن کریم برتان چی گفته. آیه بعدیش میفهمم، میفرمایه که بالبینات و زبر، با دلایل روشن و آشکارای نایست است آمده اصلا. و انزلنا الیک الذکر، آله بر محمد صلی الله علیه و سلم میگه که و انزلنا الیک الذکر، و نازل کردیم ذکر بر تو، همی وحی کردیم، لتبین للناس، تا بگویی بر مردم. ببینید اینجاست که سوء تفاهمات هست درش، اینجاست که شاید یک تعداد کشاندن و بسیار جای بسیار نادرست کشاندن که کاملا هر چیزی که امروز در کتاب ها نوشته شده به نام پیامبر منسوبش کردن و نمه. قرآن عظیم شان می فرمایه که و انزلنا الیک الذکر، و نازل کردیم قرآن به تو، ذکر به تو، لتبین للناس، تا بیان کنی، بگویی، بیان کردن، یک گفتن، رساندن بر مردم، ما او چیز را که نزل الیهم، که برشان نازل شده. ببینید بسیار قیدش کرده، کاملا محدودش کرده. نه ای که امروز 600 هزار یا صدها هزار روایت را به نام پیامبر زدن که اصلا به کتاب خدا سر نمیخوره، اصلا به اون چیزی که ما نزل الیهم ارتباط نمیگیره، اصلا نه تنها ارتباط نمیگیره، مغایرت داره. نه تنها مغایرت داره، بلکه توهین آمیز است به این کلام. به نام پیامبر نقل قول شده، به نام پیامبر. خب پیامبر وفات که کرد، پیامبر که وفات کرد، از امروز شروع کردن به ساختن روایات، حتی پیش از او در زمان حیاتشان هم می ساختن، اما شروع کردن به خاطر ساختن روایات. چرا همه کسایی که تاریخ دین ادیان خواندن، تاریخ اسلام هم منظورم است، خواندن و می فهمن که چی بدبختی هایی بود که در اون دوران نبود. اصلا سه خلیفه از جمله خلفای راشدین کشته شدن در امیرا، اختلافات به حد زیاد بوده. امام حسین و شهدای کربلا 70 تن یا 72 تن، هنوز یک قرن نگذشته، نیم قرن، در حدود نیم قرن بوده که حتی نواسای پیامبر هلاک شده. نیم قرن هم نمیشد، در حقیقت کمتر میشد. سال 60 بوده فکر میکنم. خب دقیقا تاریخ معلوم نیست، اما برای من واضح نیست. یعنی نواسای پیامبر به شهادت میرسن. خب این همی مشکل، همی بدبختی ها در وقت بوده. هر گروه میخواستن که به خاطر بقای خود، به خاطر به قدرت رسیدن خودشان، کوشش میکردن مردم را یا پول بتن یا بخرن یا به هر شکل که روایت بسازن تا بتانن که اونا توجیه پیدا بکنن، اونا من انشاءالله یک کتاب است که میارم خدمتتان، شاید هفته های آینده انشاءالله میارم، امروز از صحبت میکنم که کتاب است که تازه نوشته شده، فکر میکنم که In Pursuit of Justice نوشته شده، نه تا نوشته شده بلکه جمع‌آوری شده از کتب به اصطلاح اسلامی.
کتاب تاریخی بگویم و اینا تاریخ اسلام جمع‌آوری شده که ببینن که مردم هاییست که وجود در ریکارد هست که صدها حدیث و هزارها حدیث را جعل کردند. خودشان اعتراف کردند در کتب نوشته است اصلا. و اینجاست که ما باید بفهمیم و در اینجا قرآن کریم که میفرماید که او چیزی را برشان بگویی که ما او چیزی است که نزل الیهم برشان نازل شده که قرآن پاک است. لعلهم یتفکرون شاید تفکر بکنن. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. برنامه تفاهم در پرتو قرآن. بله بفرمایید. آقای واسیق جان بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. در استفاده میکنیم از صحبتهای نازنین شما. خدا همراهتان باشه. ما هم افتخار داریم در خدمتتان هستم. ما از ورجینیا صحبت میکنم. بله. ما شما صحبتهای بسیار شیرین دارین که فسألو اهل الذکر. بلی قرآن برای پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که نازل شد، البته در پهلویش اشخاص موجود بوده که خداوند و قرآن که میگه فسألو اهل الذکر، بلی یعنی اشخاصی که با اونا علم لدن، علم که خداوند با اونا این علم داده، شما از او اشخاص استفاده کنید. ولیکن گفته شما که راستی است که چون اسلام را به نفاق کشیدند، اسلام را به انحراف کشیدند، 73 فرقه است. این موضوعات در بین البته روز به روز روشن میشه بر انسان ها. خداوند خودش دین خدا حفظ میکنه، خداوند نام خدا حق است، حتما. بله. لیکن اشتباهاتی که در بخاطر 4 روز دنیا هر کس مرتکب شده، این مشکلات پیدا شده و ما مردم به نظر ما از اهل ذکر تعقیب نکردیم که فسألو اهل ذکر. بله. قرآن درست برای ما تفسیر درست نکردند، قرآن به معنای درست نگفتند تفسیرشه که ما مردم حقیقت بفهمیم. در قرآن ذکر شده که حضرت امام حسین و حضرت امام حسن علیه السلام اولاد پیغمبر گفته شده، ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم، سوره موبایله. بله. علی مرتضی را کرم الله وجه او را گفته که نفس پیغمبر است، یعنی خود پیغمبر است، نفس شخص، خود شخص میتونه شده. ما مردم او را بیراه کشیدیم، مسلمان ها، به خاطر 4 روز دنیا. ولی حقایق باید گفته شود. بله. آقای واسیق با شما این خواهش دارم، دوستانم همیشه پروگرام های شما را تعقیب میکنم، میبینم با اندازه توان و وقت خود. بلی. ما خواهش میکنم که شفاف صحبت کنیم. بلی. ببینین امی که به بیراه کشیدن کی بوده، کی اشخاص بوده، تاریخ خودش واضح ساخته. ما مردم بسیار جای تأسف هست که ما یزیدم میگیم رضی الله عنه، علی مرتضارم میگیم رضی الله عنه، و حسن و حسین هم میگیم رضی الله. شما فکر کنید نلی؟ ای از چیز، ای از بنابر تعصباتی که کاشته شده 3400 سال در اسلام. انگلیس از ما استفاده کرده، یهود از ما استفاده کرده. خود شما امی کتابی که شما میارین لطفا امیره برای ما معرفی کنید. حتما انشاءالله. در امی کتاب ذکر شده که اینا چقدر روایات جعلی را آوردن. بلی. و اونجا روایات جعلی را نعوذ بالله منها. ما یک کتاب بخاری را یک روز مطالعه میکردم، در روم نوشته شده که نعوذ بالله پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم استاده باول میکرد، یا با 11 زن خود مثلا یک جای میشده. این را کی استفاده کرد؟ امی سلمان رشدی کتاب امروز در بین دنیا پخش شده. خب این چیزای مزخرفاتی که اسلام
حقیقت واضح نساختن. حتماً نمیتونست حقیقت نگفتن. متاسف هستم. احادیث درست نگفتن. چهار تا یهود آمده یک چهار حدیث گفته که تهمت کنه با پیغمبر ما و شما. خلق العظیم آیا همتر شده میتونه که خدا اینا خواسته و استاده مثلا باول کنه؟ امروز این جایز است؟ بسیار تشکر میکنم. جانش مویش بدنش بوی مشک میداد و این در تاریخ نوشته شده و یهود و نصارا طرف از سیل میکردن میفهمیدن که این پیغمبر خدا است. این پیغمبر است. تشکر برادر پیغمبر است. عیسی مسیح. لطف کردید ما کپسریم یک موسی کلیم الله اینا همه گفتن و پیشگویی کردن آقای وسیق جان... حقایق بگوین خیره جان بسیار تشکر نه این برنامه من مخی یک تفسیره میکنم روش بسیار تشکر میکنم از تماستان من وقت خواهش میکنم وقت شما رو نمیگیرم ولیکن ما موفقیتتان میخوایم بسیار تشکر ما برای ما بسیار غلط کار است که ما پشت پرده همیشه صحبت کنیم بلی بسیار تشکر من خدای بزرگ توفیق شما رو میخواد بسیار لطف کردید خدا برادر خدا نگهدارتان باشه برادر خدا سپاس با امان خدا ببینیم که برادر ما یک نکته یک یاد کردن که راست میگن همی اولی که اختلافات بسیار زیاد بوده بسیار جنجال های بسیار زیاد بوده که در تاریخ ثبت است و دومی که راستی امروز یک تعداد مسلمان است که یزید رضی الله عنه میگه ولی اصلا یزید یک انسان که من به سه کلمه او را خلاصه میکنم فاسق، فاجر و چون یک کلمه دیگه چی بود خواهمون کلمات فاسق و فاجر و انسان بسیار خراب بوده که یعنی سر قدرت رسید اصلا و معاویه او را اجازه داد که سر قدرت برسه معاویه بر از او بیعت گرفت پدرش برش بیعت گرفت و هیچ وقت من معاویه را رد لوانو نمیگم برای خالق میفهم و کارش خالق میفهم و خدا از قلب و آگاه است ولی کارهایی که کرد واقعا عادلانه نبود کارهایی که کرد حکومت اسلامی رو به یک مسیر دیگه کشاندن هستند شک درش نیست برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید درود بر شما آقای وسیق درود بر شما آقای کیوان محترم بفرمایید در خدمتتان هستیم آقای وسیق بله بفرمایید کیوان مشنوین؟ بله کاملا مشنویم آوازتان دوستان مشنوین ولیومش بسیار بالا بود یک کمک پایین کردم من گفتم خلوت قطعتا نکرده باشم بله بفرمایید از این خاطر من یک مشکل نیست احترامات مرا بپذیر و از طریق میکنم. شما و دوستان عزیز نکته جالب من همیشه عرض کردیم که من منتظر میشینم که بیاموزم اما وقتی که با ضرورت میشه دیگه من نمیگم که شما دفاع کرده نتانستین یا نمیتانیم قرآن پیش شما هست که من شاگرد شما نیستم ولی بعضی نزاکت ها و باریکی ها را که بعضی دوستای ما مغرضانه تقریبا که ما میفهمیم مطرح میکنن بر از اونها جواب هم به کار هست قبل از همه فکر میکنم که چند لحظه یا چند دقیقه قبل آقای خراسانی در رسی بنده لطف کردن ما برشان احترامانه عرض میکنم و سلام را بپذیرن که امو یک برنامه سیرانی ها که ما هستیم منظور ما این است که اونها زیادتر شاپرست ها هستن اون را سر از اون گفت نمیگیم ولی به همی آخونده میگن که ما هستیم خب من هم برای از اینا عرض میکنم مثل که با آقای وسیق شما هم هفته گذشته فکر میکنم با شما صحبت کردیم که ما هستیم یعنی که اونا فکر نکنن در وقت ضرورت و شما پیشگام هستین آقای فراسانی و آقای وسیق و به شما ها روشنگری میکنین احترام دارم ولی اگر ضرورت شوه باز یک هم دفعه خب لازم است که من هم مداخله کنم مطلب کنم بروین تو با در کمرشال میریم بخیران در رابطه با دو حرف دو برادر من حرف میزنم دو وطندار یکی همی که امی لحظه خلاص شد صحبتش بلی و او را طور مشخص میسازم که این جناب خوب صحبتش خوب بود کلمات قرآن که ابناعنا و ابناعکم تذکر داد بخاطر از اینکه آقا درست مشخص شده باشه که با او برادر قبلی با حالت نشد
این یک داستان علایدی دارد که پیغمبر اسلام میخواد با کفار مباهله بکنه. بله، اون زمان مباهله بود که صحبت میکردن که خب وقتی که شما میگین بیارین شما ما بشینیم، شما اهل و عیال خدا بیارین، ما هم اهل و عیال خدا بیاریم، و او دو اهل و عیال پیامبر اسلام امام حسن و امام حسین و اینا را جمع کردن و بیاین شما برین و زیادتر شیعه مذهبای عزیز جنت المکان ما زیادتر این دلیل میگن که ببینین اگر حضرت پیغمبر اینا را خاندانی و اهل بیت خود نمیدانستن و ندیک نمیبودن، خب بسیار بزرگای دیگه بود اونجا، چرا اونا را نبردن دیگه زنان باشد. ای درست است، من ای با این حرف موافق هستم که محبت پیغمبر نسبت به او دو تا نواسایش یا فرض کنیم محبتش که او حیثیت یک پدر بزرگ داشت و ای جدا از او چیزی هست که گویا ای بدگه عمرها و بدگه صحابه خود ای احترام داره. این کمی تفاوت به خاطر از این میکنه که همی شما مشنوین برادر ما و برادرهای شیعه ما هم مشنوین که امو میگن که پسر بادام است و پسر پسر مغز بادام، یعنی یا دختر هم همونطور نواسه منظور ما هست. این سبب از این باز شده نمیتونه که اگر شیعه عزیز ما این را بهره برداری بکنن که گویا این یک فضیلت داشت که گویا این خاندان نسبت به دیگر، درست است، درست است، ما به همه احترام قائل هستیم، ولی باز اگر فضیلت خواهی شوه و امتیاز گیری و امتیاز دادن و شوه و مسابقه شروع شوه و باز اینجا دیگه باز یک جنجال دیگه خلق میشه که باز او را نه قرآن میپذیره نه اسلام. این بحث من بسیار زیاد هست ولی ایجاب نمی کنه. شما بعد از اون میتونین، اون زمانی بود که حضور آباده بودن در مباهله اینا را گفتن بیم بریم، هیچ کدام مشکلی در اینجا نیست و این سبب عزیز شدن نمیتواند که دیگرها را بگوین که نفی هستیم دیگر صحابه یا فرض کنیم خلفا یا عمر یا خاندان علی در غیر از او. خب این ارتباط خصوصی و داماتی را با خود حضرت علی هم داره و بسیار نزدیک است به او و به حضرت عمر مدرد میخواییم. به هر حال این حرف در اینجا قطع میکنم، وقت ما بر کمرسیال میریم به لطف کنیم. و حرف دیگه که برادر دیگه ما یک سوال بسیار اساس و ظریف که او اصلا میخواست از شما بپرسه که گویا شما وقتی که دیگه ادیان و دیگه کتب ارزش میتین و احترام میگذارین، دیگه در اینجا باز فرق بین این کتاب و او کتاب های دیگه چی هست؟ شما چطور این کار می، یعنی شما را مجبور می سازد که دشنام بتین مثل خود از اینها و این کار ما نمی کنیم، شما هم نمی کنیم، این هرگز و این که سالها این کار کردن مردم استعمال کردن نوش جانشان صحیح، ولی بعد از او خب شما هستیم دیگه، باید کمرسیال هم میریم، باید کمرسیال میریم اگر لطف بکنیم. باید کمرسیال میریم اگر لطف بکنیم مختصر کنیم تمام شدیم بخیر. والا همیشه همی بحثای بسیار اساسی یه بتون مطالعه ما اینا بهشون عرض میکنم که این آیه که خداوند میگه که ما ای پیغمبر در سوره آیه 3 سوره آل عمران هست، میگه ما وقتی که قرآن را به تو ای پیغمبر فرستادیم قبل از جناب شما ما تورات و انجیل و دیگه پیغمبرها هم فرستادیم. بله بله، بازی یعنی که تنها شما نیستید کاملا، و آل ما نمیتونیم که این قرآن ما این آیات باز میتونه در 48 مائده ببینه، 46 اعراف ببینه، یا 57 توبه ببینه، یا 111 فتح ببینه، که کل از این را ما برایشان رفرنس میتونم که ببینه که اصلا یک دومی که در جای دیگه میگه که تل کر آل، ببینیم که فضیلت یا برتری را کی باید بگره، ادا عادلانه میگه تل کر رسول و فضلنا بعضهم علی بعض، آل با تشریشی است، آیه میگه که بعض شما را، بعض پیغمبرها را به معجزه، بعض پیغمبرها را به کرامتشون، بعض پیغمبرها را که عیسی مسیح هست او را به روح القدس ما
عظمت و بزرگی داره. بسیار تشکر آقای کیوان. وقت ما پوره شده چون که شاید 3-4 دقیقه پیشتر برای من اشاره کردن دیگه. بسیار تشکر. و یک بحث دیگه است که اگر صحبت کنیم راستی جای ما یک بحث بیشتر هم میگیره. انشاءالله یک وقت دیگه میذاریم. یک سال هستم. بسیار تشکر. بسیار تشکر از شما لطف کردین و تشکر میکنم از آقای کیوان که وقتی میگم که وقت پوره شده دیگه باز برنامه خود چیز میکنن برای اینکه از کمرشال باز وقت ما میگذره. میریم دوستای بسیار گرامی به اعلان چند دقیقه و بعدم در خدمتتان هستم. البته بعد یک سگمنت دیگه هم در خدمتتان هست. با ما باشید. افغان موزیک تقدیم می دارد و مناسبت روز آزادی کانادا برای اولین بار دو هنرمند نسل جوان ولی و مجده روی یک پیج در شهر تورنتو می درخشند. جون در دلا پارک همراه با سرگرمی ها کارنیوال، انواع کباب خوشمزه، شیریخ و ژاله افغانی، کاغذ پرانبازی و آتش بازی در آخر شب. ورود به پارک 11 صبح، ختم برنامه 10 شب. تیکت ها را از اکثر مغازه های افغانی به دست آوردن می توانید. تلفن های تماس 416-888-4596 و یا 647-890-0340. تبلیغات Try Vision Studios. Blackheads, so not attractive and so hard to get rid of. Wish you could make those stubborn blackheads disappear? Now you can with the brand new Blackhead Dissolving Gel from Proactive. And the best news of all, it's free when you order Proactive in the next 10 minutes. I'm in love with the Blackhead Dissolving Gel. It took a week and I could already just tell my blackheads were diminishing. Unlike scrubs that only treat the surface of your skin, the Dissolving Gel penetrates deep down to melt away the dirt, grime, and oil trapped within your pores. The Blackhead Dissolving Gel is really awesome. When I look in the mirror, instead of having black little needle points in my pores, it's clear. It's just my skin. Call the number on your screen now to order Proactive for just $19.95, and we'll rush you the Dissolving Gel free. Now after using Proactive, I just feel confident in myself, and I feel beautiful. Don't miss out. Get all this, an $85 value for just $19.95. Now that's a deal. Call the number on your screen now. به دنیا رستوران خوش آمدید. با غذاهای متنوع، آشپزان مجرب و فضای گرم در خدمت شما می باشیم. از غذاهای لذیذ ما 7 روز هفته برای صرف غذای چاشت و شام لذت ببرید. دنیا رستوران با مدیریت هاشم عباسی در قلب الکساندریا ورجینیا آماده پذیرایی از شما. کیترینگ برای محافل خوشی شما در ورجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند با بیمه بیش از $1,000,000 نیز پذیرفته می شود. شماره تماس 703-212-85-11. برای معلومات بیشتر با وبسایت dunyabanquet.com مراجعه نمایید. یا رستوران مهماندار همیشگی شما. Global Dimensions. Be a part of a new growing company with a foundation built on respect, integrity and core ethics. Join a professional team and earn the respect you deserve while being a part of history. Afghanistan needs your help.
عبد الرسولی مشاور صادق و قابل اعتماد در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی، مشوره رایگان برای انتخاب وکیل، بیمه، انسپکشن و غیره. با خرید خانه کرایه کوچکشی، پول وکیل و انسپکشن خانی پرداخته می شود. اگر توسط عبد الرسولی خانه بخرید، کمیشن فروش خانه قبیتان از سموی رایگان. با استفاده از خدمات مشورتی عبید رسولی، آرزوی داشتن خانه تانا برآورده سازید. شماره تماس 647-229-85. If you're a diabetic and currently trying to lose weight, please stay tuned to this important message. A market trial offer is starting now for a revolutionary breakthrough in weight loss called glucosylin, and you are eligible to try it free for 30 days. We are looking for callers to receive a free trial, so call immediately 1-888-433-8090. If the line is busy, please keep trying. Clinical studies of the key ingredient in glucosylin have shown this ingredient to be effective in accelerating weight loss. What's even more impressive is that it also supports healthy blood sugar metabolism at the same time. And now this new formula is being released to the general public, and you're eligible to try glucosylin right now for 30 days. Finally, clinically proven weight loss and healthy blood sugar metabolism in one pill. Call immediately to find out how to receive your free 30-day trial. 1-888-433-8090. 1-888-433-8090. If the line is busy, please keep trying. بیننده بسیار گرامی، بازم در خدمتتان هستم و یک نیم ساعت هم نیک کمتر 15-20 دقیقه در خدمتتان هستم. میتونین زنگ بزنین، سوالاتی اگر در این موارد باشه حتما چیز بکنیم. من میخواستم یک آیه دیگر هم در این مورد سوالم برادر ما که سوال کردن در مورد رسالت که سوء تفاهمی که در بین ایجاد شده که برادر ما رسالت پیامبر خدا از نظر قرآن کریم که من آیه 43 اینا را مثال دادم، یک آیه دیگه هم در سوره قیامه است که یک تعداد مثال میزنن که یعنی در حقیقت پیامبر غیر قرآن هم گفته، در حقیقت چیزهای ترکوی یک چیزهای مثال میزن از آیاتی از سوی قیامه است که خداوند میفرما شعب دومش این نعلی ناجمع و قرآن این ما جمع میکنم و برد قرآن میکنم فیدا قرآن و فتبع قرآن وقتی که مورا خواندم برد قرآن شده فالو کو تعقیب کو ثم این نعلی نا بیان بادز و بیانش بر ما هست، یعنی ما برات بیان میکنیم، برات بیان میکنیم که بله خداوند بر پیامبر خدا در قرآن عظیمشان بارها بیان میکنه. البته شکی درش نیست که پیامبر خدا هم کلمات را بر مردم واضح کرده، روشن کرده، در وقت فرهنگ لغات نبود، در وقت قیاس لغات وجود نداشت اصلا بر مردم، چرا مردم سواد نداشت، بی سواد مردم بود، بر مردم باید توضیح میداد که چی معنا میتستن، اما قرآن برشان واضح کرده، نه که پیامبر از خود چیزهای دیگه باز هر چیزی که دلش خواست بگوید. اگر پیامبر گفت هر چیزی که گفته واره فقط برداشت خود پیامبر در اون زمان بوده
پیامبر گرامی ما و هر کسی که در اون زمان در اون زمان زندگی میکردن، حتما و حتما اگر از پیامبر پیروی نمیکردن واقعا پیامبر برش ایمان نداشتن، بلدی که در اون زمان از دهان مبارک پیامبر بشنیدن. چرا توضیح پیامبر که قرآن کریم جای دیگه یاد میکنه که فلا و رب که یعنی قسم به خداوند که ما مؤمن شدن نمیتونن تا ای که تو را چیز بسازن، یعنی تو را حکم بسازن با مو مشاجراتی که دارن و اصلا کاملا تسلیم باشن به این کار، بلدی که پیامبر در بینشان وجود داره، پیامبر در بین مؤمنین وجود داره، خب مسلماً باید پیروی کرد از پیامبر خدا. اما وقتی که پیامبر چشمشون پوت شد، رحلت کردن، خداوند رویشان شاد داشته باشه، اونا قرآن کریم بر ما گذاشتن، قرآن کریم گذاشتن و چیز دیگه بر ما نگذاشتن. اصلا ببینید که ما بارها یاد کردیم، بازم براتون خدمتتون یاد میکنم که صحیح مسلم است. صحیح مسلم کتاب معتبر است که مسلمان ها میگن که بسیار معتبر است، صحیح مسلم و صحیح بخاری هستند. خب مسلمان در این چیزهای خراب هم هست، چیزهای خوب هم هست، اما یک تعداد مسلمان ما که هیچ آگاه نیستن، این فکر کردن که کاملا همش صحیح است. اگر اون رقم هست خب واضح است که ایمان خراب است. اگر و در امیجا از پیامبر خدا نقل شده در کتاب زهد آیه شماره 72 حدیث است، شماره 72 حدیث. ببینید من ترجمه انگلیسی آوردیم، همون رو براتان بخونم، هم عربیش براتان بخونم، ترجمه بکنم که براتان واضح شوه. در کتاب زهد شماره 72 حدیث، شماره 72 کتاب زهد، از پیامبر خدا نقل شد که مبارک می فرمود لا تکتبو عنی، از من چیز نوشته نکنین. لا تکتبو نهی است، لا تکتبو عنی، از من چیز نوشته نکنین. و من کتب عنی غیر القرآن فلیمحوه، کسی که غیر از قرآن چیز دیگه از من نوشته بکنه چی کنیدش؟ فلیمحوه، باید محوش کنه، باید پاکش کنه، باید نابودش کنه، از بین ببرش اصلا. یعنی خواست پیامبر نبود که کتابا اصلا گذاشته میشد، برای که پیامبر خدا هر چیز گفتن در اون جنریشن خودشان، در اون نسل که زندگی میکردن، هر کس باید تعقیب میکرد پیامبر خدا را. اما امروز که مانده که احتیاطاً ما میتونیم چطور قدر چیزایی که مانده شده و هیچ تضمینی هم وجود نداره، امروز مسلمان ها کتاب خدا را ما داریم و این کاملترین کتاب است که ما داریم، از عقل سلیمتان استفاده بکنید و بهترین تعبیرها را ببرید. اگر وقت از این را داریم که از این کتاب ها میخوانیم کدام تعبیر خوبتر، یکان چیزای خوبتر را مثل یک کتاب تاریخی میخوانیم شد، اشکال نداره. اما اگه در پالوی قرآن خدا میمانید، واضح است که گپتان ایمانتان بسیار خراب است، برای اینکه خدا خواستش نبوده اصلا، خواست خداوند هیچ نیست اصلا. و ببینیم که قرآن کریم برای ما چی میفرماید که اگر آیشه خدمتتان بیارم در سوره فکر میکنم سوره جاسیه باشه، بله سوره جاسیه آیه ششمش است که تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، در مورد قرآن عظیم شان است که تلک آیات الله، ای آیات خداوند هست، نتلوها علیک بالحق، که بر تو به حق میخوانه میره. ای حقیقت است که قرآن عظیم شان هست. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، پس به کدام حدیث بعد از خدا و آیات خدا که قرآن عظیم شان هست ایمان میارن؟ خب خداوند علمش مطلق است، علم خداوند محیط است، او خالق میفهمید که 1400 سال بعد در اختیار مسلمان ها صدها جلد کتاب به نام حدیث وجود دارد که مسلمان نامش هم نمیفهمه، ولی کلش هم میگه من برش ایمان دارم. و امو چیزاییست که امروز مسلمان کاملا از ایمانش دور کرده. قرآن کریم میفرمه که تلک آیات الله، ای آیات خدا هست، نتلوها علیک بالحق، و تو به حق میخوانمیده. هنوز هم دعوا دارن که کتاب حدیث،
و از کتاب حدیث ها مسلمان ما خبر نداره هستند. مسلمان های ما 99.9% از کتاب های حدیث خبر نداره این کتاب ها چی هست. ملا هم خبر نداره، همین مبلغین هم خبر نداره، باور بکنین. همین حدیث و حدیث دیگه که پیامبر فرمود که ما ترکتو فیکم امرن، ما براتون یک چیزی را گذاشتم، و هم در صحیح مسلم است. ترکتو فیکم و قد ترکتو فیکم مالن تدلو، براتون چیزی را گذاشتم که ابدا گمراه نمیشین بعده او، این اعتصمتون بی اگر برش چنگ بزنین. او چی است؟ کتاب الله، کتاب خدا هست. هیچ چیزی دیگه را نگفتن، هیچ چیزی دیگه را نگفتن مبارک. و ایره برای ما اونا یاد برای ما گفتن که من کتاب خدا را براتون گذاشتم. والی قرآن کریم میفرماید با مو صراحت تمام در سوره عراف که ما بارها خواندیم براتون، بازم میخوانم آیه سومش هست که خداوند میفرماید که تبع او پیروی بکنین ما او چیزی را که انزل الیکم که نازل شده برای شما، از کی؟ من ربکم، از جانب ربتان. خداوند به می صراحت می فرماید امر پروردگار ماست برای مسلمان که از اون چیز پیروی کنین که برای شما از جانب ربتان نازل شده. آیا مسلمانی قبول نداره؟ آیا مسلمان هنوزم در گفتگو است؟ آیا مسلمان هنوزم در مبارزه و مبادله و اینا است؟ آیا ایمان مسلمان کجا هست خیلی؟ در چی ایمان داره؟ معنی پیشتر و آیت پیشتر و خدمتتان خواندم در سوره جاسیه. فبی ای حدیث بعد الله و آیاتی یؤمنون، و کدام حدیث؟ آیا به این حدیث بعد از خدا و قرآنش به ایمان دارین؟ خب به این ایمان مسلمان من نمیفهم که همین مسلمان هایی که افراطی هست همین به این ایمان ندارن. برای ازی که امیر هم گفت پس پیامبر نقل شده که گفت که جز قرآن چیزی براتون نگذاشتیم، او را محو کنین اگر چیز دیگه نوشته کردین. آن چرا محو نمیکنن؟ چرا محو نکردن ایره؟ چرا در طول تاریخ ده ها نیک صد ها جلد کتاب به نام پیامبر نگاه کردن؟ برای اینکه در هر کدامش بزنس دارن، هر کدام از ایره هر چیزی که به نام دین اینا بگوین که دوکانشان را باز نگاه بکنه، بزنسشان را رونق بده، یک روایت در این کتابا دارن. حتما حتما به این خاطر این کتابا را از بین نبردن، این کتابا را نگاه کردن. تنها یک آیه قرآن کریم نیست. ببینید در سوره مبارک مرسلات آیه آخرش چی میفرماید؟ ویل للمکذبین، هلاک باد برای کس، ویلون یوم ایدل المکذبین، هلاکت باد برای در اون روز قیامت برای کسایی که مکذب هستن، تکذیب کننده هستن، حقیقت را تکذیب میکنن، دنبال چیزهای ناروای درست غلط رفتن. فبی ای حدیث بعده یؤمنون، به کدام حدیث بعد از ایمان میارن؟ به کدام حدیث؟ چون او خالق میفهمید، او خالق علم داره، علمش محیط است، می فهمیدن که کتاب های زیاد در پالوی کتابش گذاشته میشه و مردم را به بیراه می کشانن، مردم بیچاره که خود را مخلص می دانن کاملا به بیراه کشانده میشن. و ما اگر مؤمن هستیم این کتاب ما هست، اگر مؤمن به خدای یکتا هستیم بس یک استاندارد واحد که قرآن عظیم شان است ما باید ازش پیروی بکنیم. اگر هر چیز وقت داریم و هر قدر کتابای دیگه را میخوانیم به شمول کتاب احادیث که به نام احادیث معروف شده، اگر میخوانیم چیز خوبی پیدا کردیم که مطابقت با قرآن داره و قرآن یک تعبیر خوب بکنه، تعبیر تفسیر خوب بکنه، از عقل سلیم خدا استفاده بکنیم، چرا نه؟ اما او با در پالوی کتاب خدا ما گذاشته نمیتونیم او را. کسی که میگذاره واضح است که شرک است دیگه، کسی که میگذاره شرک است. در از اینکه شرک شریک معنا میده، یعنی ما در پالوی خدا کسی دیگه را، انسانهای دیگه را ما قرار میدیم. حالا در اینجا ببینید که
یک صفحه باز بکنید، ده ها نفر اصلا در اینجا روایت کرده. هر صفحه که باز کنید، هر صفحه که از یحیی، از ابن وهب، از اخبرنی یوسف، عن ابن شهاب، اخبرنی ابن مسیب، عن ابو هریره، ببینید چهار پنج نفر در یک دو سطرش بود، برای از نفرهای مختلف روایت شده. جان من، برادر خواهر من، استاندارد الهی یک کتاب است و او قرآن کریم است. او استاندارد است که مسلمان ما میگه لا اله الا الله، هیچ معبود نیست جز خدا. پس یک استاندارد ما باید قبول بکنیم. ویده من کوشش میکنم که با کرات و مرات گفته برم، بخاطر که قرنهاست که مسلمان ما را برینواش کردن، متاسفانه و یک سوی دیگه کشاندن. البته یک تعداد انسان های مغرضی بوده، دکاندار و بزنسمنی بوده که از دین جور کردن دکان اینا، و یک تعداد هم شاید مبلغین است که مخلص است ولی نفهمیده تا امروز، شاید نفهمیده این حقیقت را درک نکردن، شاید برشانی مفید ثابت شود که رای خود بهتر بسازن، بس و این کتاب الهی بیان و این کتاب را سرمشق خود قرار بدن، سرمشق زندگی خود قرار بدن. اما هیچ وقت چیزای خوبی که در این کتاب ها هست، چرا پیامبر الهی 23 سال زندگی کردن، حیات پیامبریشان است، حتما چیزای خوبم از اونا نقل شده در اینجا. اما پیدا کردنشه ما باید قرآن خدا را خوب بفهمیم که اونها را تفکیک کرده بتانیم که به استاندارد قرآن، قرآن کریم ملاک هست، به استاندارد قرآن کریم باید باشه دیگر. چرا از خود پیامبر در این کتاب ها نقل شده که اگر چیز داره برای شما راپور دادن از من، تشکر، از من راپورت دادن با کتاب خدا، ببینید که اگر از کتاب با کتاب خدا مغایرت داشت، از من نیز به دیوار بزنیش، فدربو و علی جدار، فدرکوه و ترکش بکنین، یا روایت دیگه به دیوار بزنینش. یعنی کاملا مردوده است. ولی مسلمان واره قبول داره، اکتیاز مسلمان ها برای دیگه منافعشان دوا است. من نوز خبر ندارین به کتاب ها چی هست، این کتابتان است مسلمان، قرآن عظیمشان و این کامل هست، بحر بیکرانی هست. یه عمر 50-100 سال تالام هیچ کافی نیست برای این کتاب درک بکنید. به این بچسبین و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، به حبل و رسن خدا دستاویز محکم الهی که قرآن از ایمشان از چنگ بزنین و پراگنده نشین. وقت مؤمن به این کتاب و به خداوند سبحان و یکتا می باشین. در غیر از او و بجانتان و فقط من دعای هدایت برتان میکنم، نه زور دارم سرتان و نه نفوذ دارم که شما را من قلب هایتان تغییر بدم، فقط دعای هدایت بر خود و بر شما میکنم. خداوند همه ما را در راه راسترین هدایت بفرماید. شما و تمام بینندگان گرامی را به خداوند سبحان میسپارم و انشالله که در هفته آینده در خدمتان میباشم و شما روز خوب و هفته خوب و روزهای خوب و خوش داشته باشین همه تان انشالله.